از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل، از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل. اما چه غم، غمی که خدا می دهد به دل. تا عهد دوست خواست فراموش دل شدن، تا عهد دوست خواست فراموش دل شدن. دل می رسد به وقت و وفا می دهد به دل. این غم غبار، این غم غبار یار خود از ابر این غبار، این غم غبار یار خود از ابر این غبار. سر می کشد چو ماه و سلام می دهد بده. ای اشک شوق، ای اشک شوق، آینه ام پاک کن. ولی ای اشک شوق، آینه ام پاک کن. ولی گرد غمم مبر که صفا می دهد به دل. غم صیقل خداست، غم صیقل خداست. خدایا ز ما مگیر این جوهر جلی که جلا می دهد به دل.
قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و اذ جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه لحظه های عاشقی. در یک قسمت دیگر از این برنامه خدمت شما هستیم، مهمان شما هستیم و به خودمون میبالیم و مینازیم که دوستانی چون شما داریم و با شما داریم معاشرت میکنیم. روزها دیگه روزهای پایانی ماه مبارک رمضانه، با همون شور و شوقی که شروع کرده بودیم تا همین حالا با همون شور و شوق اومدیم به این نیت که شما دارید ما رو تماشا میکنید، به این نیت که بتونیم قدمی برداشته باشیم و انشاءالله که شما هم راضی بوده باشید در برنامه لحظه های عاشقی. انشاءالله که همه لحظه هاتون سراسر عشق و محبت باشه، انشاءالله که عاشقانه تر از لحظه پیش زندگی بکنید، هر آنتون رو و هر لحظتون رو. از خدا میخوام که همه دقایقتون دقایق عاشقانه ای باشه انشاءالله. نماز و روزه هاتون قبول باشه. تو همه این شبهایی که با شما بودیم کیف کردیم و حالا دلمون عوض شده. ماه رمضان ماه تغییر و تحوله، هر کسی به یک نوعی توی زندگیش یه تغییر ایجاد میشه توی ماه مبارک رمضان. دلایلش رو بارها توی برنامه با همدیگه صحبت کردیم، اما اون چیزی که میخوام بگم شاهد مثال هاست. یعنی بعضی ها شاید خوابشون، ساعت خواب و بیداریشون تغییر کرده، مثل خود من. بعضی ها وعده های مختلف غذایی که میخوردن تغییر پیدا کرده، بعضی ساعت کاریشون تغییر پیدا کرده. به هر صورت در ماه مبارک رمضان هر کسی به یک شکلی یک تغییر و تحولی توی زندگیش ایجاد میشه، اما این میتونه هم خوب باشه هم بد. بدیش اینه که از این منظر بهش نگاه بکنیم که مدام غر بزنیم که ماه مبارک رمضان زندگی ما رو مختل کرده، شاید بعضی ها این گونه بگن، اما از یک منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم و اونم این که ماه رمضان ماه تحوله. وقتی ماه تحوله، یعنی در اعمال ما، رفتار ما و حتی بینش ما و نگاه ما باید تغییر و تحول ایجاد بشه، همونطور که در زندگی مادی و طبیعیمون هم تغییراتی حاصل شده. این تغییرات رو هممون باهاش دست و پنجه نرم کردیم، اما ای کاش بتونیم که توی روندمون هم تغییر بدیم. همه ما سالهای خیلی زیادیه که اعمال ماه رمضان رو انجام دادیم، روزه گرفتیم، نماز خوندیم و قرآن خوندیم، ماه مبارک رمضان ها رو درک کردیم، اما وقتی دیگه آخرای ماه رمضان میشه، اگر یه ارزیابی از خودمون بکنیم، اون چی که در روایات اومده که مؤمن باید آخر ماه مبارک رمضان از خودش توقع داشته باشه رو در خودمون نمیبینیم. اون تغییر حال و حالت در ما رخ نمیده آخر ماه مبارک رمضان. خب این سه تا حالت میتونه داشته باشه. یک حالتش اینه که یا العیاذ بالله این احادیث اشتباهه، یا نمیخوام لفظشو به کار ببرم، یا مثلا این روایاتی که به ما رسیده العیاذ بالله نستجیر بالله دروغه، که خب این نمیشه و معلومه و از حرام نشمسه که اینطور نیست. دلیل دوم یا اینکه ایراد از اعماله، شاید این روزه گرفتنه و این نماز خوندنه اون ثمراتی که در روایات هست و نمیده به ما، که خب این هم رد میشه. چرا در بزرگان این رفتارها و این اعمال و عبادات نتیجه خیلی خوبی میده، اما در ما نتیجه نمیده. سومین عامل که یحتمل همین دلیل درست باشه، منطقی باشه، اینه که ایراد از عامله. یعنی من که دارم این عبادات رو در ماه مبارک رمضان انجام میدم، این ایراد بر من وارده که شاید باید عوضش کنم، شاید باید به یه شکل دیگه ای با خلوص نیت بیشتری، با توجه بیشتری این اعمال و عبادات رو انجام بدم تا آخر ماه مبارک رمضان در عید فطر اون جایزه من بگیرم و برم سال جدیدی رو شروع بکنم. در مورد این تغییر بینشه توی این یکی دو قسمتی که با هم دیگه داریم با هم صحبت کنیم. یک مقدار ازتون اجازه میخوام، فقط خواستم یه طرح بحثی بکنم برای این یکی دوتا قسمت پایانی که داریم، تا اینکه با هم صحبتامون رو بیشتر جمع‌بندی بکنیم و انشالله از آخر ماه مبارک رمضان یه تحولی در دینداریمون و انجام اعمال و
عباداتمون رخ بده، یه تغییر محسوس و مشخصی و یک تحول به سزای در رفتارمون رخ بده. خب از خدا میخوام که لحظاتتون لحظه به لحظه پر از شادی و نشاط باشه و انشالله که بهره کافی رو از این ماه مبارک رمضان برده باشید و این دقایق آخر، روزهای آخر رو هم بیش از پیش استفاده بکنید که نفحات ماه مبارک رمضان رو به اتمام، خودمون رو باید در معرض این نفحات قرار بدیم. این آخرین دقایق و این آخرین ساعات و این آخرین روزها رو قدر بدونیم و ازش استفاده بکنیم تا اونجایی که میشه با دعا بیشتر ارتباط برقرار بکنیم، قرآن بیشتری بخونیم. خدا توی این روزها دوست داره بنده هاش رو در حال ارتباط با خودش ببینه، در حال اتصال با خودش ببینه. یه ذره دلمون رو با عرش خدا صاف بکنیم توی این روزهای آخر که انشالله عید فطر بتونیم پربارتر و سرشارتر از ماه مبارک رمضان وداع بکنیم و از ماه مبارک خارج بشیم، سال جدیدمون سال متفاوت و متغیری باشه انشاءالله. اول برای خودم عرض میکنم، بعد برای شما. این نصیحت نیست، این حرفایی است که از بزرگان رسیده، ما نقل قول میکنیم، اول برای خودمون و بعد برای شما. یه فاصله کوتاه بگیریم، یه میان برنامه ببینیم، برگردیم در خدمت کارشناس محترم و عزیز و بزرگواری خواهیم بود. وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي آويت أنا أستحيك في الخلاء ولا أراقبك في الملا أنا صاحب الدار العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعوت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت واسقطتني من عينك فما ظلمت. خب بینندگان عزیز و مهربان و بی‌نظیر برنامه لحظه های عاشقی، لحظه های عاشقانه دم افطار، لحظه هایی که منتهی به اذان مغرب هست و شما سر سفره افطار هستید، بعضن دارین سفره افطارتون رو آماده میکنید، مهیای افطار و لحظه استجابت دعا میشید. خیلی خوشحال و سرحال و ترحالیم که در این ساعات خاص در خدمت شما عزیزان هستیم. رسیدیم به بخشی که در محضر کارشناس عزیز و بزرگواری به نام حضرت حجت الاسلام چوبچیان عزیز هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. حاجی آقا خیلی خوش آمدین، قدم سر چشم ما گذاشتید، قدم رنجه فرمودید. اگر فرمایشی دارید در خدمت هستیم. خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه همه روزه ها و اعمال عبادی که روزداران محترم در ماه مبارک رمضان تا این لحظه انجام دادن. در آستانه شب 27 ماه مبارک رمضان هستیم
از این ساعتی که غروب آفتاب می شود، از آن مغرب می شود، فضل لیلت القدر انشاءالله شب 27 تا پایان فردا در غروب آفتاب. توصیه هم اینه که از همین لحظه نورانی غروب آفتاب نزدیک به شب 27 ساعات، لحظات و دقایق این شب و روز عزیز رو قدر بدانیم و سروران عزیزم قدر بدونه. خب یکی از ثمرات ماه خوب خدا، خداوند متعال وقتی خلقت کرد مخلوقاتشو فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. جب خلقتی بشری با این همه استعداد، با این همه ظرفیت، انسان باید به خودشناختی، خود ارزیابی برسه. جنبه ملکیش جسمشه، جنبه ملکوتیش روحشه. روحشو باید تقویت بکنه و با روحش و با حقیقت وجودش، با شهود باطنی به حضرت حق تبارک و تعالی برسه. یکی از آموزش های ماه مبارک، یا بگم یکی از ثمرات خیلی خوب ماه مبارک، موضوع خروج از خودمحوری، فقط خود بیدن، خود دیدن، به سمت جمع محوری و دیگران دیدنه. این خودبینی که شما معروف میکنید غیر از اون ارزیابی خود دیگه، بله، این که من فقط خودمو نبینم، این خودبینی که دارم عرض میکنم به محضر شما بحث خود ارزیابی نیست. خود ارزیابی یه مسئله دیگریه. خودبینی یعنی منافع خودم رو ببینم، ببینم چه چیزهایی برای خودم فقط خوبه. در ماه مبارک رمضان یکی از اون موضوعات بسیار مهم بحث دعاه. در بعد از هر فریضه ماه مبارک رمضان اهل بیت علیهم السلام فرمودن دعا کنید، دعایی هم که انجام میدید عمومی دعا کنید. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جاهل، اللهم همه کل اوریا، برای همه بشر. به حضور شما نفرمود فقط برای شیعیان دعا کنید، فقط برای مسلمان دعا کنید، فقط برای غرب آسیا دعا کنید، فقط برای اونایی که همسایه‌تونن، هیچ قیدی نداره. این خروج از خودبینی به سمت خدابینی، به سمت جمع دیدنه، از خودمحوری به سمت جمع محوری. یعنی هر چی میخوای برای همه بخوا، هر چی میخوای برای همه بخوا. دیدم به حضور شما که بزرگان، یکی از یعنی جفت این عزیزی که میخوام نقل کنم به رحمت خدا رفتن، یکیشون استاد بود، یکیشون شاگرد، که شاگرد خودش استادی بود، به رحمت خدا رفتن. خدا بیامرزه. ایشون میفرماید که من رفتم محضر استاد، به ایشون گفتم که این کتابی که نوشتم رو محبت بفرمایید در اول کتاب یه تقریزی به این کتاب بزنید. حاج آقا مشاهده کردن کتاب، من بعد چند وقتی مراجعه کردم و گفتم آقا تقریز فرمودید به کتاب؟ حاج آقا فرمودن خیر. گفتم برای چی؟ گفت کتاب خوب بود، اما یه جای این کتاب، یک جا، فقط یک جا تو این کتاب برای خودت فقط دعا کردی. گفت این که خودت رو دیدی دیگه دلم رضا نداد به این که تقریزی به این کتاب بنویسم. خودت رو باید فراموش کنی وقتی در جمعی قرار میگیری، در جمع حلقه بشری قرار میگیری، برای همه بشر باید بخوام. چقدر جالب، تقریز ننوشتن به این خاطر که یه جای کتاب فقط برای خودت دعا کردی. خب بالاخره آدم یه جا دیگه برای خودش دعا میکنه، یه چیزی برای خودش بخواد. این که دارم عرض میکنم به حضور شما که خودشو نبینه، میفرمایند که صحرای عرفات، خب اعمال حج که جزء دعاهای ماه مبارک رمضانه، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، ان شاء الله قسمت بشه یه حج خیلی پرمعنویت باشه به فضل خدا. خب صحرای عرفات صحرای عجیبیه، آدابش هم آداب فراوانی، دعا در او مستجابه. دیدن یه بنده خدایی مشغول به دعا کردنه، اما از اول به حضور شما دعاش تا آخر دعاش یک دونه دعا برای خودش نکرده، برای خودش یه دونه دعا نکرد. غروب به حضور شما صحرای عرفات از او پرسیدن چرا برای خودت دعا نکردی امروز؟ گفت آخه من شنیدم وجود مبارک معصوم علیه السلام فرموده در صحرای عرفات اگر کسی دعا کنه برای دیگران و برای خودش دعا نکنه، ملائکه برای او دعا میکنن.
ایشون گفت که من به استجابت دعای خودم که یقین ندارم، اما به استجابت دعای ملائک یقین دارم. به همین خاطر من برای دیگران دعا کردم که انشاءالله مستجاب بشه، اما با دعای مستجاب ملائک عوض نکردم، گفتم ملائکم بر من دعا کنم حتما مستجاب میشود. خب از خودمون رو نبینیم، جمع رو ببینیم، خیلی این نگاه نگاه انسانیه، این نگاه نگاه اهل بیتیه. فکر میکنم جناب جرداغ مسیحیه، خب 200 بار نهج البلاغه امیرالمومنین رو خونده تا موقعی که در حیات بود، این جمله ازشون نقل شده. جناب جرداغ میگه که عهدنامه مالک اشتر، فرمان حکومتی امیرالمومنین سلام الله علیه، به جناب مالک اشتر نخعی، ایشون میفرماید که در فرمایش امیرالمومنین، در این عهدنامه حکومتداری اهل بیتی، می‌فرماید یک چیزی وجود داره که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود نداره. اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اگر خواستن دقیق بنویسن، باید از عهدنامه امیرالمومنین می‌نوشتن که ننوشتن. چه چیزی وجود داره در عهدنامه مالک اشتر، در فرمان حکومتی امیرالمومنین مالک اشتر سلام الله علیه ما؟ می‌فرماید که اعلامیه جهانی حقوق بشر خشک و بی‌روحه، روح نداره، روح انسانی نداره. اما عهدنامه امیرالمومنین و دستور حکومتی امیرالمومنین می‌فرماید روح انسانی داره، پر از عطوفت، پر از رحمت نسبت به شخص خاص، محیط خاص، حکومت خاص، خیر نسبت به جامعه بشری. یه دونش رو عرض کنم، وجود مبارک امیرالمومنین فرمودن مالک به تمام کسانی که تحت تویول حکومت تو در مصر هستن خدمت کن، وظیفه تو خدمت رسانی به همه اونهاست. اما نظیر لک فی الخلق و اما اخون لک فی الدین، یا اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. اگر مسلمونن برادر و خواهر ایمانی تو هستن، اگر مسلمان نیستن اما نظیر لک فی الخلق، فرمود انسانن، در خلقت شبیه به تو انسانن، تو وظیفت خدمت به بشریت. پس یکی از اون حرفای ما در باب غیبت امام زمان ارواح ناله الفدا، که یه ماه مبارک گذشت، یه سال دیگری بر ما گذشت، امام ما به حضور شما که غائبه. البته بنابر تعبیر جناب شیخ طوسی در کتاب اهل غیبه می‌فرماید که وجوده لطف، فهمون وجود امام زمان لطفه، و تصرفه لطفان آخر، فهمون که امام در امورات ما تصرف میکنه لطف دیگری از طرف حضرت عقبه، که ما یه سرپرستی داریم، یه پدری مهربان داریم، یه مادری مهربان داریم. الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ السدید والام البرت بالولد الصغیر، فهمون وجودش لطفه، تصرفش لطفون آخر، و عدمه هم منا، اما متاسفانه نبود امام از ماست، از ماست که بر ماست. قابلیت پیدا کنیم بتوانیم زندگی کردن زیر سایه حکومت علوی و فاطمی و امام زمانی رو تجربه کنیم، میشه دولت کریمه، میشه اون به حضور شما آمال همه انبیا، همه اوصیا. وجود مبارک 13 معصوم چشمشون به این حکومت جهانی. حالا محل بحث ما نبود، اما یهو به زبان جاری شد، انشاءالله که خیری هست، به خیر باشه این که بر زبان جاری شده. خواستم اینو عرض کنم، الان بشر از حقیقت وجودی امام غافله، بشر از لطف امام غافله، بشر از موهبت وجود امام محرومه. چون خیلی از بشر کسان امام نمیشناسن، امام نمیشناسه، لطف امام رو ندیده، موهبت پدرانه امام رو ندیده. حالا که اینو گفتم، این رو هم عرض کنم، شاید 70-80 سال پیش، حالا نمیدونم چرا بحث ما به این سمت رفت، حالا رفت انشاءالله که به خیره، کلیدار حرم سید الشهدا علیه السلام میره مهمان یکی از علماء هندوستان میشه. یه روزی یه هندوی مراجعه میکنه و به حضور شما به این عالم شیعه و میگه جناب آقا، ما شنیدیم که شیعیان یه آقایی دارن، یه امامی دارن که در گرفتاری ها به او پناه میبرن، در گرفتاری ها به او پناه میبرن، میشه آدرسشو به من بدید؟ من از همه خلق ناامیدم. اون عالم شیعه اهل هندوستان میگه چه اتفاقی برات افتاد؟
ایشون میگه که من محکوم به قتل شدم، بیگناه هم هستم، وکیل گرفتم، هزاران روپیه خرج کردم، اما اگر تا این دوشنبه نتونم بیگناهیمو ثابت کنم، قاضی دادگاه منو محکوم به اعدام میکنه یا محکوم به حبس ابد میکنه. اما من بیگناه هم تا الانم نتونستم ثابت کنم. یهو به ذهنم رسید، به گوشم رسید که بیام پیش اون آقایی که شما در گرفتاری هاتون به اون مراجعه میبرید. این عالم شیعی فرمود که بله ما داریم همچین آقایی رو، اما خودت باید بری سراغش و خودت باید پیداش کنی. گفت چه کنم؟ گفت آداب غسل یادش دار. گفت غسل کن، لباس تمیز بپوش، شب برو قبرستان شیعیان، فقط هم همینو بگو: یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. این بنده خدا به حضور شما غسل کرد، رفت قبرستان شیعیان و گفت یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. قریب به 5 ساعت تا نزدیک به حضور شما طلوع آفتاب بود. پیش خودش گفت نزدیک طلوع آفتابه، این آقا صدای منو نمیشنوه یا اینکه نمیخواد جوابمو بده. چون همینو با خودش به حضور شما مرور کرد، دیدی اسب سواری غرق در نور داره میاد. ایشون میگه من فقط سم اسبو دیدم که فهمیدم اسبه، باقی غرق نور بود. و من گفت چی میخواد؟ گفتم اگر شما همون آقایی باشی که من صدات میکنم، لازم نیست من بگم. ایشون میگه که دیدم نوری در نور درخشید، یه تبسمی فرمود که الله. به من گفت برو، حکم براءت تو دادیم، برو، تمام شد. این آقا اومد که بره، گفتم آقا سوالی دارم. فرمودن بفرمایید. و سوالم اینه که وقتی شیعیان همچین امامی دارن، همچین آقایی دارن که حکم براءت یک زندان، یک متهم محکوم به قتل و محکوم به اعدام و زندان رو به همین راحتی صادر میکنه، چرا اینقدر غرق در گرفتاری هن، غرق در فقرن در این مملکت، گرفتارن؟ وجود مبارک امام علیه السلام فرمودن کدام یک از شیعیان ما 5 ساعت وقتشون رو گرفتن، آمدن در قبرستان نشستن و 5 ساعت من رو صدا کردن. اگر کسی از سر اخلاص مثل شما می آمد صدا می کرد، دعا خواستش رو اجابت می کردیم، همون جور که تو رو اجابت کردیم. مسلمان هم نیستی. این دستگیری امام از کل بشره، همین روحیه است و همین حرفه. ما میگیم دنیا قرار یک منجی بیاد که همچین روحیه‌ای رو در عالم برقرار بکنه. حکومت حکومت صالحانه، حکومت حکومت انسانیته. میفرماین از جلوه های زیبای به حضور شما ظهور امام زمان ایمان مسیحیان عالمه. وقتی میبینن حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام پشت سر امام زمان ایستاده و در نماز به او اقتدا میکنه، مسیحیان عالم ایمان از صاحب فوری میارن. این همه جمعیت مسلمان میشن به مسلمان شدن امامشون، ایمان میارن به ایمان امام، به ایمان پیغمبرشون. نه اینکه پیغمبرشون ایمان نداشته، داشته. همه ی انبیا هیچ کدوم دیگری رو تکذیب نکردن و همه منتظر این منجی بودن و میشناختن و شناخت داشتن. اما وقتی تبعیت پیغمبرشون رو از امام شیعه میبینن، اونها هم تابع میشون. پس ماه مبارک رمضان روحیه جمع محوری و دیگران رو دیدن، کمک به فقرا تو همه ماها باید باشه، دستگیری از فقرا تو همه ماها باید باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن مؤثرترین وسیله جلب رحمت خدا اینه که خیرخواه همه مردم باشی. فرمودین مهمترین وسیله برای جلب رحمت الهی، خیرخواهی برای مردم. از مردم افتاده مدد گیر که این قوم با بی پروبالی پروبال دیگرانن. خدا رحمت کنه همه مراجع در گذشته رو. یکی از همین عزیزانی که به رحمت خدا رفته، از ایشون نقل شده که فرمودن من 50 سال است که دارم اسلام میخوانم. جمله مال ایشونه. بگذار خلاصه اش را برایت بگویم. واجباتت را انجام بده، به جای مستحبات تا میتوانی به کار مردم برس. کار مردم را راه بینداز. اگر قیامت کسی از تو سوال کرد، بگو فلانی گفت. کار مردم راه بنداز. متاسفانه گاهی اوقات برخی از مشکلاتی که در زندگی ما پیش آمد میکنه، حاصل برخی از خودبینی های ماست که رفت پیش یک
مرد روشن ضمیری گفت آقا پام درد میکنه، مدتی این درد پا به جانم افتاده. آقا گفتن چند ماه؟ گفت 7-8 ماه. چقدر خرج کردی؟ گفت انقدر تومن. آقا گفتن که این دردی که به جانت افتاده آه اون سیدیه که کارگر کارگاهته، اومد از شما پول برای قرض الحسنه بگیره که کارشو را بندازه. شما پول داشتی اما ندادی، خودتو دیدی کار اون ذریه زهرای مرضیه رو راه ننداختی. او آهی کشید، آهش به جونت افتاد، هم دو برابر اون پولی که باید قرض میدادی خرج کردی، هم درد 7-8 ماه تو جونته. الان گوش کن اینی که بهت میگم انجام بده. و آقا چه کنم؟ گفت برو بهش بگو که آقا سید من داشتم بهت ندادم، بخل کردم، خصاصت کردم، حلالم کن، این هم مبلغ قرض الحسنه، برام دعا کن. این کارفرما رفت به کارگرش همین حرف رو زد. کارگر سیدش گفت آقا اوستا ایشالا به حق امام زمان خدا به شما شفا بده. گفت از سایه درد پام رفت، حلالم کرد، قرض الحسنه رو دادم، درد پام رفت. برخی از دردها که به جان ما میفته حاصل خود دیدنه، درد دیگران رو ندیدنه، قصه دیگران رو نخوردنه. وجود مبارک شهید ماه مبارک رمضان مولامون ابوالحسن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن این نیست که من لقب امیرالمومنین رو یدک بکشم، فرمایش امیرالمومنینه. آقا به خودش رو توبیخ میفرماید. اما درس برای همه ما، مسئولیتی داریم، کاری داریم، وظیفه‌مون خدمت رسانی خاصه به دوستداران اهل بیت علیهم السلام. و البته بشر، کرونا همه بشر رو گرفتار کرده، متاسفانه امتحان سختی بود. در اوایل کرونا حکومت‌ها دزدی و سرقت می‌کردند، هوایی و زمینی، برای چیزهایی که به حضور شما مایحتاج مردم کشور خودشون رو فراهم کنن. از مسیر راه محموله بهداشتی یک کشور دیگر رو به زور می‌دزدیدن. این روح بشری نیست، این روح حاکم بر بشریت نیست متاسفانه. امیرالمومنین فرمود به صرف این که من علی باشم، بتوانم از مغز گندم نان درست کنم و از عسل مصفا بخورم و در گوشه کنار مملکتم گشنه ای باشه، تشنه ای باشه، سری گرسنه بر بالین گذاشته بشه، جگری تشنه بر بالین گذاشته بشه، فرمود من نمیتونم به این راضی بشم. الحمدلله رب العالمین که روحیه خدمتگزاری وجود داره، امیدواری مضاعف بشه. دلسوزی در مملکت اسلامی ما زیاد، امیدواری مضاعف بشه. ما هم دعا میکنیم که هممون بتوانیم، مسئولینمون تو هر جای عالم، هر کسی که مسئولیت خدمت به بشر رو داره، در خدمت صادقانه به مردم کشورش و ملتش و حکومتش موفق باشه انشاءالله. خب لحظات پربار و سرشاری بود، لحظاتی بود که صحبت‌های فکر و تازهی به گوش جان ما رسید و گوش ما رو صفای دیگری بخشید. خیلی ممنونم از حضور پرفیض شما که ما به قولی مست فیض و مستفیض شدیم از محضر شما. دست شما درد نکنه، خدا انشالله شما رو سالم و سلامت قرار بده. بینندگان محترم لحظه های عاشقی، در این لحظه های عاشقانه افطار ما رو از دعای خیرتون بی بهره نگذارید. یک فاصله کوتاه بگیریم، بریم و برگردیم در خدمت شما عزیزان.
خب بینندگان عزیز و محترم برنامه لحظه های عاشقی، امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشید و براتون مفید فایده بوده باشه، استفاده کرده باشید و توشتون رو گرفته باشید از برنامه ما. همه زحمات ما در برنامه لحظه های عاشقی همینه که شما استفاده بکنید و بتونه براتون یک بارقه‌ای داشته باشه، ثمره‌ای داشته باشه و این که ما رو هم دعا بکنید. رسیدیم به این آیتمی که قراره با همدیگه حدیث بخونیم. همونطوری که میدونید از بیان حضرات معصومین استفاده بکنیم که اون بیان بیان الهیست. توی همه قسمت‌های برنامه لحظه‌های عاشقی که تا حالا خدمت شما بودیم احادیث خیلی زیادی خوندیم، بیشتر هم راجع به اخلاقیات خوندیم، راجع به حسن خلق خوندیم، از مکارم اخلاق شنیدیم، با همدیگه حدیث خوندیم و توی این مسیر سعی کردیم که از احادیث حضرات معصومین بیشتر استفاده بکنیم و کیف کنیم. اما این تغییر خلقه و رو به سمت بهبود و بهتر شدنه یکی از ثمراتیه که شاید ما بتونیم توی ماه مبارک رمضان از درخت ماه مبارک رمضان بچینیم در ضیافت الله، و از ضیافت الله که خارج میشیم با یک نشاط دیگه، یک گله انرژی از ماه مبارک خارج بشیم و هر کسی که ما رو میبینه ما رو با اخلاق نیکو و حسن خلقی ببینه. موارد خیلی زیادی با هم صحبت کردیم در حد بضاعتمون، تا اونجایی که میتونستیم خدمت شما عرض کردیم که در نگاه اهل بیت حسن خلق چیه، مکارم اخلاق چیه. این که رسول مکرم اسلام میفرمان که انی بوست الاتم و مکارم الاخلاق به چه معناست و اساسا منظور از مکارم اخلاق چیه. فرمود انسانی که خوش اخلاقه در بین مردم صاحب اعتباره و از انسانهای تبهکار و نابکار در امانه. این ثمره‌ایه که ثمره حسن خلق، ثمره مکارم اخلاق، این که آدمها او رو محترم میشمارند، این که آدمها به او احترام میگذارند و حرمت او رو دارند، و این که از دستبرد و زشتی و پلیدی آدمهای نابکار هم در امانه. خب هر کسی جنس خودش رو جذب میکنه، انسان‌های نابکار هم به سمت او نخواهند آمد و لاجرم او در امانه. این ثمره حسن خلق و مکارم اخلاقی که ما توی این ماه مبارک امسال زیاد با هم راجع بهش صحبت کردیم. اما یه حدیث خدمت شما آوردم برای امروز از قررالحکم که فرمودند سه چیز اگر در کسی نباشد از من، از ما نیست. و اون سه چیز چیه؟ اولیش بردباریست و دومیش حسن خلق و سومیش پارسایی. این سه خصلتیه که اگر در کلام امیرالمومنین، اگر در شخصی نباشه، امیرالمومنین اون شخص رو از خودش نمیدونه. خب ما هر چیزی که میشنویم باید یک نگاه کاربردی بهش داشته باشیم، باید ببینیم که کارآمدیش در زندگی ما چیه. از خود امیرالمومنین علی علیه السلام اگر بپرسید که این سه خصلتی که شما فرمودین در یک نفر باشه، این سه خصلت اگر بود ثمرش چیه، کاربردش چیه، خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند که بردباری تا با آن از گزند جاهلان و نادانان در امان باشه. یعنی خب یک نادانی وقتی به اون میرسه او با این بردباری او رو دفع کنه، اون نادان و جاهل رو دفع بکنه، و حسن خلق که با اون به وسیله حسن خلق در بین مردم زندگی بکنه. و امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که پارسایی که سومین خلقت کاربردش چیه، سومین خلق یک مؤمنه کاربردش چیه، کاربردش اینه که از نافرمانی خدا او رو برحذر می‌داره. پارسایی یعنی این که اگر یک انسان پارسایی باشه، اهل تقوا باشه، با تقوا باشه، نافرمانی خدا رو نمی‌کنه. اگر گناهی به سمت او روی آورد، او روی برمیگردونه به واسطه همین پارسایی. پس سه خصلت رو از لسان مولا خدمت شما عرض کردیم با کاربردش، که بردباری چه کاربردی داره، پارسایی چه کاربردی داره و حسن خلق چه کاربردی داره. همه صحبت‌هایی که ما در رابطه با
حسن خلق و مکارم اخلاق در ماه مبارک رمضان با شما داشتیم حول محور همین کاردبورد هاست که ما بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و در زندگی طبیعیمون در رفتارمون با مردم هم عزت داشته باشیم، هم آبرو داشته باشیم و هم از گزند نابکاران در امان باشیم و صد البته محبوب خداوند و اولیای خدا باشیم. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، بنده در خدمت شما عزیزان هستم. آمدم پیش تو از کار خودم خسته شدم، دیگر از حال اسف بار خودم خسته شدم، گرچه غرق گناهم زار و پریشان هستم، نیمه شب معتکف کوی کریمان هستم. خب عزیزان دل من، روزداران محترمی که حالا دیگه مهیای افطار شدید و این آخرین افطارهای ماه مبارک رمضانه که ما هم در خدمت شما هستیم، مع الاسف دیگه روزهای پایانی رو داریم طی میکنیم و چقدر روزهای خوبی رو با هم پشت سر گذاشتیم، چه دقایقی رو با هم بودیم، خدا رو شکر میکنیم و افسوس میخوریم که دیگه طی چند روز آینده داره تموم میشه. حضرات معصومین، حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله، یک موالیانی داشتن در شهرهای مختلف که وجوهات رو اینها جمع می کردن، به قولی نماینده اهل بیت بودن در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف، وجوهات و وجوهات شرعی رو از مردم جمع‌آوری می کردن و برای امام می فرستادن. بعضن اگر خفقانی بود اینها خودشون نمایندگی داشتن از طرف امام که در مسیر درستش و اونچه که امام میخواد و صلاح میدونه خرج بکنن در شهرهای خودشون. یکی از موالیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در شهر ری یک آقایی بود که اسمش خاطرم نیست، اما حکایتش حکایت جالبیه و به درد این آیتم آخر ما میخوره. این به شدت مورد اعتماد موسی بن جعفر بود و از طرف موسی بن جعفر نمایندگی داشت. زمانی که آقا جانمون در زندان بودن، این آقا وجوهات رو از شهری مثل شهر ری که جمعیت بسیار زیادی داشت و همه هم از شیعیان امیرالمومنین بودن، وجوهات رو جمع می‌کرد و در مسیرش خرج می‌کرد. یعنی موسی بن جعفر به او اعتماد داشت، او رو قبول داشت که به او این پست و این مقام رو داده بود که به جای امام در مسیر خودش وجوهات رو خرج بکنه. روزی آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام در مجلس مأمون نشسته بود. این آقایی که عرض کردم مورد اعتماد موسی بن جعفر بود، متاسفانه بعد از موسی بن جعفر به امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام ایمان نیاورد و او رو امام ندونست. متاسفانه روزی امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون نشسته بودند، یک لحظه دیدند که قیافه حضرت، چهره حضرت در هم شد و ناراحت شدند. به آقا فرمودند که آقا چه اتفاقی افتاد؟ از چه چیزی ناراحت شدید؟ آقا فرمودند الان فهمیدم که اون آقا از دنیا رفته و او رو در قبر گذاشتند. لحد رو که چیدند، ملائکه اومدند و از او، از ائمه و امامانش پرسیدن تا موسی بن جعفر رو درست جواب داد و به من علی ابن موسی رضا که رسید سکوت کرد. گرزی از آتش بر او زدند که تا قیامت قبر او پر از آتش است. یک نکته خیلی مهم داره و اون هم اینه که ما از این روایت و از این خبر و داستان این برداشت رو داریم که عزیزان من، محبت و مودت، مودت یعنی چی؟ یعنی همون محبت با مسئولیت، با همدیگه صحبت کردیم،
محبتی که در آن مسئولیت باشه، مسئولیت پذیری باشه. محبت و مودت به امام زمان خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام هم جای خود، اما اگر شما محبت و مودت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نداشته باشید، شب اول قبر کارتون گیره، ولو ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته باشید. البته این رو خدمت شما عرض بکنم، همه شما، همه اون کسانی که ولایت امیرالمومنین رو دارن، قطعا سر سفره امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف روزی خور هستند، قطعا معتقد به آقا جان صاحب الزمان هستند و مودت هم دارند. اما این روایت رو به عنوان نمونه و شاخص از خدمت شما عرض کردم که حواسمون رو جمع بکنیم، یه وقت امام زمانمون یادمون نره. برای ما دعا بکنید. روزهای آخر ماه رمضونه، آخرین سفره های افطار ماه مبارک ضیافت الله، برای من و همکارانم و عوامل شبکه بیت العباس دعا بکنید. همه اون کسانی که زحمت میکشن تا این برنامه خدمت شما برسه، برای همشون دعای خیر بکنید. من هم کنار اینها دستامون رو به سمت آسمان ببریم و در رأس همه حاجات فرج امام زمانمون رو هم از خداوند مسئلت داشته باشیم. اللهم عجل ولی کل فرج تا لحظه های عاشقی دیگر.